رو پشت بوم که داره راه میره به نظرت. صداش هم خیلی زیاده به نظر. الان خوب شد. رفت اون ور. شاید افتاد پایین. مردم معمولی. سلام علیکم. سلام. احوال شما؟ خیلی متشکرم. خوبی؟ شکر. ما به بعضیا میگیم مثلا خودتون معرفی کنین، به شما که نباید بگیم خودتون معرفی کنین. چرا نباید بگیم؟ مدیر برازنده آژانس مسافرتی با بیش از 3 کارمند. باربارا برازنده هستم، مدیر برازنده یک آژانس هواپیمایی با بیش از 3 ببخشید. من شبنم مقدمی هستم، بازیگر. دوست دارین مردم شما رو به چی بشناسن؟ به چه صفتی یا به کدوم نقشتون؟ ببین، من چون نقشای خیلی متعدد و در گونه‌های مختلف ژانرهای مختلف بازی کردم. نقش تلخ خیلی بازی کردم. نقش شیرین و کمیک خیلی بازی کردم. شاید مردم یه کمی دچار چیز بشن که من دوست دارم کدوم جور ببینن، چه جوری ببینن. ترجیح میدم راجبه یعنی اگه قرار منو بشناسن به یک صفتی یا به یک ویژگی، اون به نقشام مربوط نباشه. من نمیفهمم چی طوری است که شما یخت از این آقا غفور یاد نمیگیری؟ او الان چند سال است، این الان زنش رحمت خدا رفت اسا نشست است مثل آدم بچه‌هاشو بزرگ میکند، هیچی هم نمیگه. زنم نسته دست آتو دوتا دوتا میستونی، من هستم و میریزم میستونی، من هستم، منو ببین. من که اینجا نیستم، ولی تو بخوای یه چایی بخوری بعد واسه 20 نفر چایی بریزی. برنج میخرم میارم واسه شکم خودشون، یه جوری منت میزنن سر نگاه علنگو خریدن واسهت. یعنی مثلا باربارا رو دوست ندارین؟ نه معلومه که نه، اون میتونه اصلا واقعا دورترین آدم از من باشه. 3 2 بچه ها ساکن، 1 حرکت. همینو میگم، مثلا فکر کنین اگه کسی بخواد شبنم رو با باربارا مقایسه کنه یا باربارا و شبنم رو در یک وضعیت قضاوت کنه، خب خیلی گناه، من خیلی گناه دارم. آفرین. ببین خسرو، دخترخاله ها رو بسپر به من، به اندازه کافی از همه شون آتو دارم. تا حرف زدن تو فقط فضا رو متشنج کن، خب من جوابشون میدم. خب گرفتی؟ گرفتم. آدمی که به پول نداشتن خواهرش میخنده باید اسید باشید. حالتون با لباس و جیریمتون چطوره؟ اصلا نمیفهمم باربار چرا اون لباس ها رو میپوشه. احمقانه ترین شکلی که میتونه زن لباس بپوشه اون میپوشه. ولی و گیریم هم همینطور، میکاپش رو دوست نداره. ولی به هر حال باربار هست. قراره که باربارا رو بسازیم، ربطی به من نداره. و خیلی کمک میکنه به هر دوش، هم چهره آرایی هم طراحی لباس. این روز این سخت ترین نقشی که بازی کردم میتونم بگم بهت، که توی شبی که ماه کامل شد نقش خیلی سخت من بازی کردم. اصلا تصور این که یک بار دیگه بتونم اصلا اونو اجرا کنم ندارم، فکر نمی کنم دیگه بتونم. خیلی کار سختیه برام، با اینکه مدت ها بعدش روانکاوی میشد. اون سخت ترین نقش زندگیمه. عزت خانم خود شروع شد. اومد این سیبه گیرین از من. یه سکانس خیلی عجیب داره که خب خیلی سکانس تراژیکیه، اصلا نمیشه تکنیکال برگزارش بکنی، باید تمام حست درگیر میشد و تمام وجودت به اتفاقی که داشت میافتاد و تو داشتی میدیدی گره میخورد، باور توی سلولای بدنت بعد شکل میگرفت و این اتفاق خب به هر حال من مجبور بودم ایجادش بکنم. بعدش دوچار کابوس های عجیب غریب می شدم، خوابم به هم ریخته بود، دوچار دیپریشن شده بودم، یه کمی که خب غمگین شده بودم اصلا، و اصلا یه سری مبانی انسانی برام زیر سوال رفته بود. خیلی اسیر شدم بعدش، اذیت شدم و ناچار شدم روانکاوی بکنم بعدش تا ازم بره بیرون. با اینکه می دونین من میگم تو نقش رو به عنوان بازیگر به خودت دعوت میکنی. وقتی دعوت میکنی یعنی دقیقا داری به جای اون آدم زندگی میکنی، به جای اون حضور، یعنی انگار احیا میکنی اون نقش رو.
و خب این یه مختصاتی داره. اگه بخوای 100% بهش برسی، خب ممکنه همه ی عاطفت درگیر بشه. این برای نقشایی مثل اون نقشی که من اجراش کردم نقش خطرناکی، یعنی شکل خطرناکی. دروغ گفتی به من فاز؟ شیرین ترین نقشی که اجرا کردم گمونم نقشی بود که تو هیولا اجرا کردم، شهره هیولا، شهره عزیزی. میدونی من گفتم ما که نه خونه داریم، نه ماشین داریم، نه آسایش داریم، نه آرامش داریم، نه تفریح داریم، هیچی نداریم. این دو قرون پول پس اندازمون هم خب بده این پازورتی های تو اصلا. چیکار میکنی بابا جان؟ ریختی تو سیرت هم همه رو. میشونی دیگه، حالا چی چیه؟ رنگ دیگه. ولی باربارا هم با همه پدر سوختگیش دوست دارم، برای که یه ویژگی هایی داره که میدونی چون خیلی از من دوره خلق کردنش برام جذابه. مثلا یه خصتی داره، یه پول دوستی و مال دوستی داره که اصلا تو خود من نیست. نه که من آدم خوبی ام، نه، همه آدما تو جای خودشون هم پول دوست دارن هم مال دوست دارن، ولی این شدت و حدتی که باربارا داره و خانوادش و جونش و برادرش و همه چیش رو پای پول میده، یه ویژگی عجیبه به نظرم. که نه که اونم نباشه، حتما مابعضا داره، ولی برام جالبه اجرا کردنش، نزدیک شدن بهش. وای ایرج، 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 مثلا من همش میگم اگه ما این همه عشق رو به هم نداشتیم چی میشد؟ چجوری روزگارمون میگذشت؟ چجوری تو این جهان دووم میاریم؟ اصلا نمیشه. شما چجوری تو این جهان دووم میاریم؟ ایرج بریم اقده ای مریض، یکی اقده یه بیمار. منش دارم تو ذهنم فکر کنم چجوری از گیس ببندمش پشت ماشینم، بکشمش تو سطح جاده تا جونش بالا بیاد، بعد اینقدر اینقدرش کنم بندازم تو بیابونای اطراف کرج که گرگای بیابونای اطراف کرج بخورن یه دلی از عزا در بیارن. اولین مواجهتون با سینما که گفتین بچه بودین و... آره، من اولین فیلمی که تو سینما دیدم هیچ مناسب کودکان نبود، آسمان خراش جهنمی رو دیدم. من پدرم چون خیلی علاقمند سینما بود، سینمای کلاسیک و میشناخت در واقع سینمای حرفه‌ای، هنری و کلاسیک رو، ما همیشه پای برنامه آقای خدا رحمتشون کنه روحشون شاد، آقای اکبر عالمی نشسته بودیم و بابام داشت راجع فیلم‌ها حرف می‌زد و من سینما رو از پدرم آموختم و آقای عالمی که هر دوشون الان مرحوم شده. در این سلسله از برنامه‌های آموزشی کوشش شده ضمن جنبه‌های سرگرمی همه هفته به مدت یک ساعت تا آنجا که ممکن است مباحث مقدماتی مربوط به آموزش تکنولوژی سینما به طور فشرده و مفید برای علاقمندان این رشته ارائه شود. یک کتاب خیلی خوب خوندم توی رمانای ایرانی، اسمش هست خون خورده، مهدی یزدانی خرم نوشته. یک کتابی هم خوندم به اسم جز از کل، الان اسم نویسندش یادم نمیاد ولی بسیار رمان خوبی بود. یه بازیگر ایرانی و یه فیلم ایرانی که دوست دارین چیه؟ درباره الی فیلم شگفت انگیزیه و پرده آخر فیلم شگفت انگیزیه و باشو غریبه کوچک فیلم شگفت انگیزیه. اوه تو مدرسه رفته ای؟ غلط خوام بهتر از تو خوام که تاییدی بدن مادرت کجایان؟ و میتونم دو سه تای دیگه هم بگم، حالا سه تا گفتم تو گفتی یه دونه بگم. و توی بازیگرای زن ایرانی میتونم بگم خانم سوسن تسلیمی بازیگر تکنیکال عجیبی هن. یعنی هنوز کلاس درس سکانسایی که بازی کردن. و خانم معتمداری ها همچنین. آبای تی نمیگی؟ همین دیگه، هر کی هر بلای سر شما میاره هیچی نمیگی. هوو آورد سرت هیچی نگفتی، بچت مفقود شد هیچی نگفتی، به خوران دیگه دلم هم بهت نمیسوزه. و آقای پرستویی. گفت اینم شد سه تا. بریم سه. بس سه سه سه. دو. یک. یک. چیه؟
من میتونم به چیز بکنم، حالا اینکه اسمش عوض کرده باربارا، من بهش باربی بگم. باربی آدم هایی که ما تو این کار میبینیم، شخصیت ها چیشون معمولیه؟ چیشون معمولی نیست. تو از این در بری بیرون ببینه، شکل کاریکاتوریه اون چیزیست که مردم معمولی هن. اینا ما به ازای خارجی دارن، خواهر برادر پولداری که رگشون و شاه رگشون و بابت سبقت گرفتن مادی از همدیگه میدن نداریم ما. حالا ممکنه به روی خودشون نیارن یا ما به روشون نیاریم که کجا اونو چیکار میکنن، میبینیمشون دیگه. ببین باربارا، یواشکی منو باز کن، من به کسی نمیگم. یه دقیقه میرم بردیا رو میکشم، اینجوری تو به اموالی میرسی که از این بدبختی و نکبت در میای. چطوره؟ نمیدونم قشنگ نکن ایرج جانم. باربی بعد نمیگه این خوسی ها. چی میگه خوسی؟ میگه که میگه من اگه برم بردیا رو بکشم تمام اموالش کامل میرسه به تو. بعدم نمیگه این چه حرفی داری میزنی؟ زشته. آخه درست است شما از برادرتون استفاده ابزاری بکنید، تازه اگر خسرو به خدای نکرده بردیا رو بکشه ارث به پدر مادر شما میرسه نه به شما. میشه گفتش که این شخصیت ها از دل جامعه گرفته شده؟ آره میشه گفت، اما اینا کاریکاتور میشن. در واقع اصلا ذره بین روی نقاط ضعفشون گذاشته میشه، نقاط ضعفشون بولد میشه، برای اینکه شاید مثلا من خودم رو ببینم بگم این منم اینجوری ام. میدونی مثلا توی ضعف ارتباطم با همسرم که سعی میکنم مثلا بپوشونمش، بعد ببینم که خب اشکال از کجاست. وقتی باربارا همه چیز رو به شکل عیانش به من نشون میده، به شکل خط قرمز کشیده شده یه واضح، خب طبیعی است که من بهش فکر کنم. ایرج، ایرج ببین، اونی رو که پولای ما رو به باد داده من دودمانش به باد میدم. من دودمانش رو به باد میدم. چه؟ ببین سر اونی رو که سر ما کلا گذاشته با کلا بر میدارم. غذا تو بخور کنم. ببینم ببین ایرج، به من بگو کی بوده پولای ما رو خورده که من نذارم طلوع صبح فردا رو ببین. ببین ایرج، ایرج گوش کن ببین چی میگم. کاری به روز اونی که پول ما رو خورده بیارم که پزشکی قانونی از گوش کوبیده تشخیصش نده. قولک هست. آره معلومه که هیچکی دلش نمیخواد مثل اینا باشه، ولی من امیدوارم که اینجوری نباشه، یعنی واقعا آدمای مثل اینا نداشته باشه. متاسفم که بگم داریم. به غیر از نقش خودتون کدوم نقشو دوست داری؟ شیرینو دوست دارم. ایرجم دوست دارم. ایرجو چرا؟ ایرج به نظرم انقدر آدم پذیرا، انقدر آدم مهربون واقعی. از این مدلام داریم دیگه اتفاقا، حالا نگیم همه کاراکترای ما کاراکترای بدمنه. خیلی جالبه که مثلا باربارا رو با همه نقایصش ولی بهش میگم بابا این چیه فلان اینا، میگه نه من اینو دوست دارم. یعنی یه عاشق واقعیه، میدونی که شاید توی زندگی هر کسی باشه خواستنیه. میدونی عزیزم، آوردم اینجا که یه چیزی بهت بگم. از همون 10 سال پیش که منو تو با هم ازدواج کردیم فقط یک هدف داشتم و اونم خوشحال کردن تو بوده. دوست داشتم همیشه این لبخند رو به لبت ببینم. همیشه خواستم عشقمو به تو ابراز بکنم و همیشه خواستم که تو در آرامش زندگی کنی. آتیلا پسیانی، تاریخ تئاتر، آوانگارد، استاد رامبد جوان، کاربلد حرفه‌ای دوست داشتنی شیر، امیر نوروزی، استعداد نوشکفته آینده دار. خسرو پسیانی، میراثدار یک خانواده آرتیست، میراثدار تاریخ تئاتر، میراثدار تاریخ تئاتر، پسر خیلی خوب و مهربون و تلاشگر.
لیلی رشیدی؟ هم نسل عزیز دل مامان زیزیگولوی بازیگر خوب شیرین شیطون خوشمزه هزار تا میتونم بگم. جمع شدن این تیم دوره همدیگه به نظر میاد اتفاق خیلی خوبه و میدونم که همه با دلشون، با جونشون، با انگیزه فراوان و انرژی فراوان دارن کار میکنن اینجا و امیدوارم که نتیجه کار نتیجه خواستنی و مثبتی باشه. آرزو میکنم مردم معمولی، پروژه مردم معمولی، اونقدر که شایسته و بایسته هست بهش توجه بشه و دوست داشته بشه، برای اینکه پروژه‌ای که با عشق، با مهر 100% ساخته میشه، خودت داری میبینی، با تلاش برای هر روز بهتر شدن، و دلم خواهد اینا جوری دیده بشه و پروژه جایگاه خودش رو پیدا کنه. یه آرزوام برای مردم، مهمترین آرزویی که دارم آرامش، صلح، حال خوب، عشق، سلامتی قلب و روح و جان و جسم و هر چیز خوب دیگه که تو دنیا هست.